محتوا. درود بر شما. من خواستم از این فرصت استفاده بکنم در رابطه با صحبت هایی که معمولا وقتی که من تکنیک میذارم، فرم میذارم، کاتا میذارم یا مومای میذارم، به هر حال هر چی که اسمشو بذاریم، یک سری افراد میان، انگوش شماری از افراد میان میگن که خب پس مبارزه چی؟ ما اینا رو کار میکنیم، باید بریم مبارزه کنیم تا مثلا نتیجه شو ببینیم. یا اینکه پس مبارزه به چی؟ کجا هست و به چه شکلی؟ یعنی همه اینها برای مبارزه است، پس چرا مبارزه نمی کنیم؟ اولا که خدمتتون عرض کنم که ما در کونگ فو تائی مبارزات داریم. وقتی که فرم ها رو یاد گرفتیم، در انتها بعد از 7-8 شروع میکنیم مبارزات کلاسیک. و این مبارزات کلاسیک ابتدا با تقریبا 90% مشخص یا 100%، 95% مشخصه که چه حرکاتی انجام میشه، و به مرور که با خطوط رو میریم بالاتر، این مبارزات از اون حالت قراردادیش کمتر میشه و بعد به اون حالت آزادش اضافه میشه، تا اینکه در انتها مبارزه 7 نفره که مبارزه 1-6 هست کلن تقریبا به صورت آزاد. البته یک سری قوانینی داره اینها که من حالا در یک ویدیو دیگه این مبارزات کلاسیک رو قوانینش و اصولش رو براتون تشریح میکنم. ولی امروز بیشتر روی سخنم به کسایی هستش که میگن چرا مثلا مبارزه نمی کنی، یا اصلا این حرکاتی که ما انجام دادیم هر چقدر هم تکنیک کار کنیم، مثلا بریم به کی میخوایم بریم با یه نفر مبارزه، یعنی دعوا بکنیم، یا اینکه بریم داخل قفس، داخل رینگ، از این حرفا. کلا خدمتتون عرض کنم که من با داخل قفس رفتن و نمیدونم روی رینگ رفتن و از این چیزا موافق نیستم. یعنی به این شکل کار نمی کنم که، یعنی خودم رو آماده نمی کنم که من تکنیکال رو کار کنم یا شاگردای من بیام با من کار بکنم، بعد فردا اینا رو ببینم که رفتم مثلا داخل قفس MMA دارن کار میکنن. نه، من به این معتقد نیستم. به مبارزه معتقد هستم، حالا براتون تشریح میکنم، ولی نه به این شکل. ما هنر رزمی کار میکنیم. از نظر من، به عقیده من، هنر رزمی یعنی یک حرکات و یک فرمی رو انجام بدیم که مردم عادی نمیتونن انجام بدن. و وقتی که این فرما رو ما انجام میدیم، این تکنیک ها رو با دست و پا و بدن خودمون انجام میدیم که تابع یک شرایط و اصولی هست، یک حالت خوشایندی به بیننده دست بده و تشویقشون بکنه که اونها هم دلشون میخواد که به این شکل حرکت بکنن. گویا که تمام این حرکاتی که ما انجام میدیم یا دفاع است یا ضربه است، یعنی یا حمله است یا دفاع است، به هر حال ضربات دست و پاس. اما همونطوری گفتم، ما به اون شکل این حرکات رو کار نمی کنیم که فردا بریم مثلا یک رو بگیریم بزنیم. نه، ما برای دفاع، برای در وهله اول که به عنوان یک ورزش، یعنی این حرکات رو انجام میدیم که از نظر فیزیکی خودمون رو آماده کنیم برای احیانا اگه درگیری پیش اومد بتونیم که در اون درگیری از این حرکات استفاده بکنیم. گویا که در وهله اول سالمسازی جسممونه، در وهله اول سالمسازی فکرمونه که با این حرکات سعی میکنیم در کلاسامون ورزش کنیم، عرق بریزیم و به وسیله این حرکات جسم و فکرمونو سالمتر و قویتر بکنیم. ولیکن نمیگم که مبارزه نداریم. اولا که تمرینات مبارزه کلاسیک رو داریم و بعد هم به نظر من وقتی که ما مبارزه میکنیم داخل اوتایمی مبارزه میکنیم. کونگ فو تائی میگه ما داخل اوتایمی هستیم و در حال حاضر من فکر میکنم اوتایمی ما همین کره زمینه. یعنی وقتی که صحبت از مبارزه میشه، من به این شکل تصور میکنم که مبارزه بکنم با ظلم، با جور، با ظالم، مبارزه کنم برای مملکتم، برای مردمم، برای خانوادم، برای خودم. و این مبارزه که من میکنم با اون مبارزه داخل قفس و رینگ خیلی فرق داره. من مبارزه میکنم با دروغ و ریا، با فریب و
شارلاتانیزم، کسایی که میان دروغ میگن، کسایی که میخوان مردم رو به بیگاری بکشن، کسایی که میخوان از مردم سوء استفاده بکنن، من با اینها مبارزه میکنم. یعنی هدف من مبارزه با این مسائل و برنامه هاست. برای همینه که کانفو تابا کار میکنم و فکر میکنم کلن ایده کانفو تابا هم همینه که ما قدرتمند میشیم که به صلح و آرامش برسیم، به صلح و آرامش برسیم که بیمه اون در پناه قدرت فیزیکی و قدرت فکری ماست. اینه مبارزه من. خواستم که از این نظر پرسش هایی که پیش میاد یا افرادی که میان، حالا چه بخوان مزه بریزن یا چه بخوان به یه شکلی از این جریان سو استفاده بکنن، پاسخ اونها رو داده باشم. گویا که 90% کسایی که با من کار میکنن به افکار من، به صلاح صحبتهای من کاملا واقفن و میدونن که من به چه شکلی فکر میکنم، به چه شکلی حرکت میکنم و آموزه های من بر پایه و اساس چه چیزی هست. براتون اوقات خوشی آرزو میکنم. تا بعد.